یکی از دولت مردان کشور عراق با حضور در بیت مرجعیت شیعه با معظم الله دیدار کرد. تارق الخیگانی وزیر سابق عمران و مسکن و وزیر سابق شهرداری ها و نماینده مجلس شورای عراق با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله عظما شیرازی مدظله در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مرجال قدر ضمن بیان رهنمودهایی فرمودند زندگی همگان دارای نقش و موضع هایی است که با آن هویت مییابد همین امر ابوذر غفاری را به آن مقام والا رساند و یا به رهبر انقلاب 1920 میلادی مردم عراق بر ضد اشغالگران انگلیسی چنان بزرگی و عظمت بخشید و حبیب ابن مظاهر را حبیب ابن مظاهر کرد اگر انسان خود را به مرحله و مقام آنان نرساند به تمام معنا فاجعه بار و تأسف انگیز است ایشان افزودند همیشه می توان به این مهم دست یافت مشروط به اینکه مشکلات انسان را متوقف و متزلزل نکند بلکه باید موضع ها و نقش ها برای انسان مهم باشد و اگر عزم خود را بر تلاش جزم کند به یقین موفقتر خواهد شد مرجعیت شیعه سپس افزودند امیر و حضرت علی علیه السلام در عهدنامه خود خطاب به مالک اشتر مطالب فراوان اند که یک سطر آن به تجارت و بازرگانی ارتباط دارد. آل حضرت فرمودند ای که در کار بازرگانان و کسب و کار مردم دخالت نداشته باش فقط به نظارت بر آنان بسنده کن تا به احدی از مردم اجهاف و ستم نشود. معظم الله برای شرح بیشتر این جمله با مقایسه دو کشور افزودند کشور ژاپن پس از جنگ جهانی به این موضوع عمل کرد و اقتصادی موفق را برای خود ساخت در حالی که یکی از کشورهای اسلامی به این راهکار عمل نکرد و خلاف رفتار اقتصادی ژاپن پیش رفت و امروز اقتصادی عقب مانده دارد مرجالی در ادامه با اشاره به تاریخ کشور عراق و آنچه بر سر مردم این کشور آمده است تاکید کردند عراق امروز به همت همه ملت در هر طبقه ای که هستند نیاز دارد و در حال حاضر باید به تربیت پسران و دختران در تمام عرصه ها و جای جای عراق و رهانیدن آنان از نابسامانی پرداخت و این اقدام آینده عراق ای را در همه ابعاد درخشان و شکوفا می کند و هرچند راهی بس دور و دراز است اما ممکن و شدنی است ایشان افزودند زیارتگاه مقدس هفتن از هزارات معصومین علیهم السلام سلام و قدمگاه امام زمان اجلالا تعالی فرجا و شریف در عراق قرار دارد که باید به آنها توجه کرد و احتمام ورزید و اگر مردم سرگر به مسائل حاشیهی بشوند دیگران به آن خواهند پرداخت. سپس مرجال قدر از میهمانان خود جویای اخبار عراق شدند و آقای الخیگانی ضمن تشکر از معظم الله برای رهنمودها گفت این امید وجود دارد که عراق به اوضاع پیشین خود برگردد و طلایادار منطقه شود وی سپس به نقش و مرجعیت خاندان معزز شیرازی در عراق و موضع گیری های مرجع راه الایت الله سید محمد حسینی شیرازی قدس سره در گذاری میراث علمی و فکری آن در عرصه گوناگون اشاره کرد آقای الخیگانی درباره اوضاع عراق به ویژه اوضاع جاری توضیحاتی مفصل ارائه داد و یادآور شد دو امر مهم وجود دارد که باعث ادامه شرایط فعلی عراق امروز می شود اولین که شیعیان عراق به خود باوری نرسیدند و فقط به اعتراض و معارضه بسنده می کنند و دوم اینکه که احزاب شیعی در پی ساختن کشور خود نیستند و بیشتر به تقویت مالی و نظامی خود مشغولند مرجعیت شیعه ضمن شنیدن سخنان ایشان برای مردم عراق دعای خیر کردند و موفقیت و سلامتی آنها را از درگاه خدای منان خواستار شدند